ماری سارتیا همانند ماتاما گاندی بدون خشونتیم مهربانیم چالش رنگ ما نشان داد که بدون خشونت می شود یک حکومت را از پای درآورد. ماری سارتیا انتخابات را تحریم کردیم اما اگر بعد از انتخابات بین دوی خندید موجود درگیری به وجود بیاید قول می دهیم که در این فتن کاملا شرکت کنیم و آتش را بیشتر کنیم. شما فکر کودتا باشید، بقیش با ما. Welcome to 93. Welcome to ریاستارت. Welcome to خطرناک ترین برنامه بعد از 700 سال Welcome. <applause> من به روی تا دل سپرده من به روی تو در دل منم آرزوی تا نخت آگه نباشدم اگر میشاندن رو به روی جان 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 از همه جهان می که شرط بر روی تا دل و ساس کنیم از اول آغاز کنیم بشیم مثال سیمور پرهامون رو باز کنیم به شهر اشاق بریم یکی کنیم دلها رو زمستون رو دک کنیم زنده کنیم بهارو، رو سیمور قطار بشیم و بیمار بشین به خاطر رسیدن باید هم آباز بشین با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشین به سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم. خیام اگر زباد مستی خوش باش با ماه یعنی اون خوشگله یعنی انسان کامل اگر نشستی خوش باش خیام اگر زباد مستی بهت دادن خودی حال داری میکنی خوش باش با ماه یعنی اون خوشگله اگر نشستی خوش باش چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش روبروی اون خوشگله طوری بشین که انگار نیستی در زدن گفتن کیه نگو منم بگو توی روبروش نیستی باید بشینی زیرا که جهان به لا الهه یعنی هیچی نیست حرکت میکند بزرگ شخص صوفی بزرگ خیام بر شما شنوندگان عزیز عرجمنده یه سارت قسمت 93 مبارک باشم خیام هم خوندنش تفسیریه یعنی اینجوری نیست مثلا میگه جامیست بعضی اینجوری میخونن جامی است که عقل آفرین میزندش غلط شعر جامی است که عقل آفرین میزندش غلطه جام یعنی جام جهان نما که اینا میگیم مثلا همین خیام جام حتما توش باید مشروب باشه مثلا جام بدون مشروب مفهوم نداره اصلا مش جامو میارن که تو شراب بریزن و می عرفان و تصوف توش بریزن میگه جامی که عقل آفرین میزندش می یعنی این میزندش یعنی اینکه میکشه بالا برو بالا میزنه برو بالا میگه یه جامی که عقل آفرین یعنی کسی که عقل داره عقل سلیم داره عاقل با شعور اهل تصوف اهل حکمت عارف صوفی با سین یا با سات جامی که عقل آفرین میزنه میخوره میکشه بالا جامو یعنی مشروبشو میخوره پس عقل اگر آفرین باشه عقل سلیم داشته باشی باید مشروبه رو بخوریم اون میکه می که جلوت میذاره انسان کامل بخوریم جامی است که عقل آفرین میزندش صد بوسه ز مهر بر جبین مهر شبیه مهره دقیقا دو زاویه رو در یک نیم بیت کمپلت توضیح میده صد بوسه ز مهر بر جبین شبیه مهر بر جبینه یعنی <applause> فرق آخوند و با عرفان رو داره توضیح میده جامی است که عقل آفرین میزندش میکشه بالا صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش بوسهش رو مهر میزنه تو جبین پیشونیش میذاره رو مهر میذاره نه اینکه بره آدم کشی کنه نماز بخونه وضو بگیره قتل کنه این کوزه ده یعنی این روزگار جهان هستی چنین جام لطیف جام لطیف می سازد و باز بر زمین می زندش کاملا درسته جام لطیف یعنی جهان هستی می میری چشاتی که می بندی دیگه هیچی نیمی بینی خورشید تا وقتی تو چشات بازه هست مردی دیگه نیست کوزگر درد چی رو می جامی رو می شونه که جهان هستی یعنی بدن حسینیه روح حسینی چیه خورده اون باده رو تو جامو نگفته که این کوزگر در چنین شرب لطیف یا عرق لطیف یا شراب لطیف شراب خورده عقله جامشو میزنه زمین کاملا درسته یعنی میگه بعدش میری اون دنیا اون جامه فقط اون مشروبه فقط میره اون ور و جسم در این دنیا میماند حالا خیلی مطالب دیگه داره که دیروز از طرف یک از مسئولین ردوالای نظام هم یکی به ما یعنی یکی نه دو سه نفر مسئله زدن که حالا توی چه جلسه ای بوده اینا کاری ندارم از ما خواستن که روی ها رو دعوت کنیم به رعی دادن و علال خصوص به روحانی اولا که برنامه ریستارت مال من نیست که کسی رو توش دعوت کنم یا نکنم آن چیزی که در ریستارت گفته میشه مال ریستارته نه مال من دو واقعیت داستان اینه که اگر من ببینم که می دیدم که با رای دادن ریستارتیا اولا تبریک میگم به ریستارتیا از اینکه انقدر این اپوزیسیون مهم شده که همچین پیشنهادی داده میشه حالا خیلی چیزهای دیگر بود کاری نره اگر این ریستارتیا با رای دادن به یک نفر موجب تولید کودتا میکردن یا اگر اه وضع مردم خوبتر میشد یا بهتر میشد یا اگر یه اتفاقی میافتاد که به نفع ملت ایران بود حتما این کارو میکرد رأی که ریستارتی اونی که ریستارتیه یعنی خردش تکون خورده یعنی نگرشش عرفان و تصوفه یعنی مقابل ظلم سر تعظیم فرود نمیاره ذاتش اینه که میدونه بعدا ازش سوال میشه راجب این رأی رأی یعنی من این آدم رو قبول دارم اینکه در انتخابات شرکت کنی توش هم فوش بنویسی یعنی مسیر انتخابات قبول دارم هر ثانیه ای که شما به سمت کفر حرکت میکنی کفره نیت به کفر کفره فکر میکنی بری رای بدی کفره و چون تو از ترست میری رأی میدی و یا مگر اینکه نگرش عرفانی پشتش باشه اگه انسان کامل به تو گفت برو رأی بده برو بده اون یه پیامیه مخصوص تو هم هست به بغلی ربطی نداره اگه انسان کامل الان به من پیام بده حسینی تو برو را رأی بده من حق ندارم اینجا بگم چرا چون من باید دارم رأی بدم اما اگر انسان کامل هم چه حرفی رو نزد که هیچی نکته اساسی مهم اینه که ما واقعا اگر اصلاح طلبای عزیز یه توضیح کوچولو بهتون دادم واقعا اگر روحانی یه تکونی راجع میر حسین و کربی میکرد شما باید رأی میدادین این اتفاق نیفتاده ولی این قول به شما میدم قسم یاد میکنم همینجا که اگر درگیری به وجود بیاد بینتون بیایم کمکتون که جنگ و آتیشش رو بیشتر کنیم و فتنه رو قوی تر کنیم که یک کودتای مردمی خوب اتفاق بیفته انشالله اما نکته پیامی که در این برنامه تو این چند دقیقه که سیاسی میخوایم توضیح بدیم و ربطی هم به نداره اینه که آقایون بسیجی فرمانده های سپاه فرمانده های ارتش یادتون باشه کی حسینی گفت اینو ببینید یه زمانهای بعضی از آدم ها میتونن کارهایی بکنن که دیگه بعدش همچین اتفاقی نمیافته. اگر لحظه احساس کردی که باید جوراب تو در بیاری پاهاتو بکنی توی یک رودخونه همون لحظه انجام بده چون آب بعدی معلوم نیست همون انرژی اون آبو داشته باشه آب نیم ساعت بعد انرژی آب نیم ساعت قبل نداره الان مردم بین دو شعار دارن میمونن یعنی این که دارن فوش و ناسزا میدن به کسانی که قتل کردن و آدم کشتن حالا به هر طریقی الان بسیجی عزیز سپاهی عزیز قربون شکل مایدان الان موقع کودت یعنی اگر قرار کودتایی انجام بدین الان تو این موقعیت با فوش دادن و هوار کشیدن و نفوزی فرستادن تو تیمها میتونین این آتیش رو بلند کنین اون وقت بسپارین دست مردم مردم اون دو هزار نفر میگیرن آلردی یک اتفاقی به نفع مردم میشه یعنی این کودتای ساختگی که میخواستین بسازین رو کودتای واقعیش کنین یعنی به جنگ بازی کنین این کودتا رو کودتای واقعی کنین که به هر حال حتی یه هم بلدن چجوری ماهی های خودشونو بگیرن ما هم از این بازی قطعا برد خودمون رو خواهیم کرد یعنی ما هم این بازی رو میبریم به نوع خودمون ولی اگه میخواین کودتایی انجام بدین واقعی الان انجام بدین و معلوم نیم فردا پس فردا همچین بازی رو که طراحی کرده بودین انجام پذیر باشه بهترین زمان الان که یه بار تصمیم گیری کنین به مردم بپیوندین و یک کودتای واقعی خوشگل را بندازین یعنی کودتای ساختگی که میخوان درست کنن رو واقعیش کنین و در عرض ده روز کار رو تموم کنین یعنی این کاری که باید خاتمی میکرد اون زمان از رأی مردم ولی خب دستنها بود اون موقع برای همین من مخالف بودم با اومدن خاتمی در اون زمان من اعتقاد داشتم بعد چهار پنج سال بعد خاتمی بیاد چرا چون هنوز جامعه پخته نشده بود برای اینکه آماده باشه برای قیام ولی الان فوشا و ناسازه ها مردم معلومه به حال من پیشنهاد دادم به شما که بهترین زمان کودتای مردمی است و اگر میخواین کاری بکنین آستیناتونو بزنیم بالا و این کارو الان انجام بدین و ریستارتی های عزیزم دو تا چالش دیگه ما هنوز داریم چالش ما هدف ما از ریستارت اینه که مردم ایران بفهمن برنامه همانند ریستارت داره پخش میشه آگاهی تنبیه یعنی انتباهه یعنی بیدار کردنه نکشتن نزدن ما من و تو هم زورمون رو تا الان تو این مدت زدیم تمام قوامون رو به کار بردیم رنگ ها رو به دیوارا زدیم دو تا چالش دیگه هم داریم که بهتون گفتم بمبای صوتی درست کنید تا اونجا که میتونید و این هم بازم بدون خشونت اما دیگه فردا هیچ ایرانی نمیاد بگی من روی سارت نشنیدم باید کارایی بکنیم که حالا بعدا خدمت شما خواهم گفت آماده هم باشید و اگر اینترنت هم قطع شد به صفحات تلگرام ما سر بزنید که نوشته ای چیزی ما بتونیم بتونیم بهتون بزنیم و بهتون میگیم بعد چیکار بکن از هرچه بگذاریم بگذریم ایف شخصیت ریستارت که وارد وادی بچه بازی مسخره بازی توفیل بازی گردو بازی سیاست متاسفانه روزگاری است که ای کاش همچین چیزی نبود و ما شروع میکردیم یه ضرب از ریستارت حرف میزدیم و محبتی و لطفی که انسان کامل این دوره به مناتو کرده ولی چه کنیم که روزگار همین است و مجبوریم که در این برنامه میلیون میلیون شنونده این 5 6 دقیقه رو اختصاص بدیم به سیاست تا صدامون حداقل به مردم برسه برنامه قبل مصنوی معنوی دفتر اول مولوی رو توضیح دادیم که موضوعش مشخص بود و زرگری رو آوردند با اون کنیزه دوست کردن اینها و زرگر رو کشتن یعنی یک زرگر آوردن کنیزی رو که پادشاه دوستش داشت مریض شده بود و به عشقش رسوندن و بعد کشتنش و خیلی پیام های مهم می توش داده شد راجع به امام زمان و مهدی و اینا که پس به هر دوری ولی قائم است داشت توضیح میداد یادتون باشه مصنوی Uh, یعنی اصلا نگرش مولوی از اوله اگر شما هر وقت مصنوی رو وا کردی از صفحه 15 برو رو هوا هیچی نمیفهمی یعنی طوری این پازل رو چیده که از یک صفحه شروع میکنی به خوندن میای 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 مثل ریستار یواش یواش متوجه میشی موضوع چیه و مصنوی جزء کتابی نیست که باش بشه فال باز کرد از خطش وردی بخونی بعد دونه دونه رو از خط اول شروع کنی به خوندن و بعد تازه باید کسی به تو اجازه خوندن داده باشه این خود هم خیلی نکات مهمیه که الان اینو باز میکنیم صفحه دوسه سه رو داریم میخونیم از اول تو دفتر اول کشتن آن مرد بر دست حکیم نه پی امید بود و نه زبیم مولوی میگه ببین اون آدمه رو دیدی کشت خب خیلی بده دیگه تو دادگاه از نظر نگاه مردم خیلی بده و یه آدم کشته شده میگه اون آدمه رو میبینی کشت اون نه این حکیم این کسی که اومده بود طبیب بود و پادشاه تو خواب دید که انسان کامل بهش گفت من یک صوفی میفرستم واسد که تو رو نجات بده چون دلت چیکسته نجاتت بده میگه اینو میبینی میگه بعد میگه کشتن اون مرد به دست حکیم نه پی امید بوده و نه زبیم نه ترسیده و نه امیدی داشته اصلا همچین چیزی نبوده او نکشتش از برای طبع شاه تا نیامد امر و الهام اله میگه فقط به دستور اله اله اون دفعه هم تو برنامه قبل توضیح دم اله یعنی بوت یعنی سنم لا اله یعنی هیچ الهی نیست هیچ بوتی نیست الا الله الله الف و لام شناسه این بوته یعنی وقتی شما میگی اله مردم نمیدونن کدوم بوته ولی وقتی میگی الله مردم میفهمن که یه بوت وجود داره که اسمش اللهه این اللهه تنها بوتیه که در ادیان گفته شده که هو یعنی خدا دستور سجده به این بوته فقط داده پس خود اله هم بوته اگر اشاره به اله بشه یعنی انسان کامل تو بشناسی دیگه اسمش اله الله نیست میتونه بگی الله ولی همون بوته است دیگه تو میشناسی اگه کسی از از سوال کرد میگی که الله یعنی که این با تو میگم نه این مدیر نه اون رئیس نه این پول نه این پست نه این مقام نه این جا نه این بچه نه این منیت میشه میگه فرمان اومده بوده از اله انسان کامل و کشتیمش حالا آن پسر را کشت خزر ببرید حلق سر آن را در نیابد آم خلق میگه داستان خزر و موسی رو حسینی توضیح داد تو برنامه های قبل ریستار میگه بله میگه یادت گفت یه خزر اومد یه بچه کچلون هم برید سرشو گفت بله میگه آم یعنی مردم جهان آم یعنی همه جهان عام یعنی همه جهان همینطور که عالم یعنی ریستارت هر کسی که انسان کامل میابه از همون شب بش میگن عالم علما یعنی کسانی که انسان کامل میشزن میگن عالم عام یعنی همه جهان هست و سرایت داره به هر چیزی از گذشته و آینده فرق نمیکنه هر کی موضوع رو نمیدونه سر اونم اینا نمیدونن عام مردم نمیفهمن چرا کشت آن که از حق یابد و بدو، وحی و جواب هرچه فرماید بود عین سواب میگه هر کاری که تو زندگیت بکنی با اجازه باشه سوابه وقتی فرمان از اون صادر میشه کار درسته کار خوبه اگر سه تا کروکودیل اضافه میکنی چند تا ماهی میکشی برای اینی که مالاریا رو از بین ببری خوبه اگر چاقو میکنی کم بچه برای اینی که بخوای معده‌شو درست کنی کلیه‌شو درست کنی خوبه وقتی طبیب واقعی با باشی شکم هم پاره کنی کار درستیه درسته که همه اونایی که شکم پاره میکنن آدم های بدیان. ولی الا الله یعنی بوت بزرگ یعنی کی؟ یعنی دکتر حاذق اون فقط میتونه شکم پاره کنه و مجوز برد داشته باشه اجازه باید داشته باشه حالا از این قضیه رو بدتر میکنه مولوی ببینید داره دونه دونه پله پله منتون میاره جلو آنک از حق یابد و وحی و جواب هر چه فرماید بود عین عین ثواب آنک جان بخشد اگر بکشد رواست نایبست و دست او دست خداست من دارم از رو مولوی میکنم هیچی از خودم نگفتم اینجا مولوی میگه ازرائیل زیر مجموع انسان کامله خیلی قشنگ تمو حرفی که زدمو سندشه میگه آن که جان بخشد یعنی زنده کنه و آن که بکشد رواه کی تو مصرع بعد توضیح میده نایب است یعنی این به دستور زیر مجموعه هوه اینه فقط زیر مجموعه هو نایب اونه و دست او دست خداست هورم آورد وسط که فهمی موضوع رو پس یه خدا میتونه به دستور خداست پس اسرائیل دست کیه؟ انسان کامل اینجا تو همین یه بیت تکلیف معلومه میکایل کجاست؟ دست ایشونه اسرافیل کجاست؟ دست ایشونه مولوی مستقیم راز را اینجا فاش میکند میگوید هر کس که میمیرد اون خوشگله بالا سرش است و آن کس که به دنیا میآید اون خوشگله بالا سرش است هارد مغزی کودک یادش نمیآید که چه کسی را دیده است زیرا که در شکم مادر خوشگله بهش میده نه بعد از تولد همچو اسماعیل پیشش سر بنه حالا دستور میده میگه اگه دیدی اومد بکشتون خوشگله حالا این تعریف کشتن حالا من توضیح میدم یواش یواش همچو اسماعیل پیشش سر بنه یعنی سرتو ببر جلوی چاقوش شاد و خندان پیش تیغش جان بده سرت بذار زیر چاقوش بگو ببر تا بماند جانت خندان تا ابد همچو جان پاک احمد با اهد تو اینو تو نمیفهمی منم نمیفهم یعنی چه حسنی آدم کشی آدم کشی حقوق بشر داریم ما حقوق بشر کی داده بیرون مثل صفر اهل تصوف قانون اساسی آمریکا رو کی داده بیرون اهل تصوف یه تیکه انداختن جلوشون آمریکا شده اینجوری تازه پدر خودشو در ورده که قوانین رو بفهمه به همین خاطر گفتم که ریستارتی بالا سر قانون اساسی نباشه اصلا بری سطل آشکار قانون اساسی یعنی ریستارت چرا برای اینکه 100 هزار سال این قانون ها هست هیچ کس قانون کوروش کبیر رو نداره اصلا نمیدونن چجوری مقننه رو از مجری جدا کنه اصلا هیچی نمیدونن اینا نه اینکه فقط ایرانی ها نمیدونن ژاپنی ها نمیدونن آلمانی نمیدونن فرانسوی ها نمیدونن کی میدونه حسینی سقراط از کشتنش انسان کامل الان میدونه که از سوفیان ادم میدونن سوفیان قبل میدونن یعنی ده نفر قبلا میدونستن ده نفر قبلش باز میدونستن 15 نفر بعدش میدونستن ده نفر بعدم میدونن همه چی دسته اون است حالا آقا این اسمایل آدم و کشته این میشه توضیح بدیم ببین پسر خوب الان من دوباره میخوام داستان کمپلت از اول بریزم به هم بسم الله الرحمن الرحیم آقای حسین حضرت آدم وجود داشته نه بابا یه جوک بله بله ابراهیم وجود داشته زرتوش اون هم جوکه یه جوک دیگه است عیسی جوک خالص موسی جوک عرجی. محمد جوکه آقا اینا تو تاریخ با چی موضوع چیه موضوع رو از اول نفهمید حالا از اول موضوع رو باز میکنیم دوباره میایم جلو ببینیم چه خبره داستان پیانبرا داستان تولد توی تا مرگت آدم شماره یکه مهدی، مشیح، مسیح هر چی که تو فکر میکنی اسمشو میخواه بذاری آخرین شماره است در محور اعداد همه محور اعدادن همه هم یه دونن نگاه کن یک تا دو یکه دو تا سم یک همه هم یه اندازه اما در این محوری که موجود است حالا چرا میگم محور اعداد منفی و مثبت هم توش هست حالا مطالب دیگه ایه کاینن صفر تصوف توشه یعنی صفر خدا صفر اون وسط گذاشتن برای همین هم بالا میری هم پایین میری هم چپ میری هم راست میری مثبت و منفی توش داره آدم یکه آخری یا عددیه بهش میگم بی نهایه. یعنی ممکن آقا این جهان 25 میلیارد سال دیگه هم بره بله کما بله. از قبلش اصلا تو هیچ خبر نداری حالا آدم شماره یک اون عدد بالاترین عدده اما سه جلوتر از دوه هیچ ربطی نداره اندازشون یکیه کلشون هم نور واحد مشخصن یکی اما میزان واحدشون یه اندازه است احدیشون هم یه اندازه است فاصله رتبه بندی حرکتیشون در محور اعداد مفهوم داره حالا چه ربطی به من و تو داره دوباره از اول داستان حضرت آدم و آهوا رو شروع میکنه بسم الله الرحمن سید محمد حسینی آدم آفریده میشه دی شیخ با چرا همی گشت گرد شهر از دی بودت مدولم و انسانم آرزوست. یعنی چی؟ میگه انسانم آرزوست پس همه مردم جهان آدم آفریده میشن انسان اده کمی میمیرن فاصله بین آدمیت و انسانیت موجودات درنده دیگری هم وجود داره داستان حضرت آدم تا الان که من خدمت شما هستم لولهای های موجود در زندگی توه یعنی <applause> حضرت آدم به کسی میگن که شکم مادر متولد شده از بهشت انداختنش بیرون تو دقیقا عین حضرت آدم از شکم مامانت انداختنت بیرون شدی حضرت آدم <applause> بسم الله الرحمن الرحیم نوح چیه پا نوح درست روزیه که تو قدرت تکون میکنه میفهمی انسان کاملی موجود باید سوار کشتی نوح بشی دریای درونی جهان هستی میاد و تو را پاک میکند و تو در جهان نیستی باید بیابی اون خوشگله انسان کامل رو و به زور خودتو سوار کشتی نوح کنی و یادت باشد که اگر پسر نوح هم باشی معلوم نیست سوار کشتی بشی پس بعد از اینکه قده انسان کامل تکون خورد آزمایش بعدی یعنی ابراهیم در لول بعد آغاز میشه در آزمایش ابراهیم حالا باید با اجازه از انسان کامل به قاره هر بری به جاهایی بری به خودت بیاندیشی فکر کنی ستاره شی ماه شی. یعنی ابراهیم لول بعد از نوحه و اگر نوح نیاد تو انسان کامل پیدا نکنی هیچ وقت ابراهیم نخواهی شد در اونجا اون وقت شما چی کار میکنی؟ اون وقت حاجر و اسماعیل رو باید از خودت دور کنی آقا میشه یه مثالی بزنیم. بعد الان پناهنده های سیاسی زنش و بچه شوره تو بیابون های کشور های دیگه در به در پول جمهوری اسلامی گرفته زندگیش گرفته اون بچهش اسماعیله بچهش اگر اونجایی میمون پاچه خاری میکرد خونه داشت ماشین داشت زندگی داشت این هجرت درونیه این حرکته آقا بچه‌م اسماعیل میتونه باشه بله 20 دلار بهش میدی میگی 20 دلار میخوای میگه 10 دلار بابا ورد شاید بخوای پول برق بدی پس داستان زندگی ابراهیم در زندگی شما همینطور ادامه پیدا میکنه تا میرسی به موسا و وقت موسی اجده ها باید بری دیگه دوره ببینی باید بری دو تا سال کنار شعب حالا باید فرعون درونی خودت رو بکشی. آقا این مسئولی نظام که رده بالا هستن کجای این داستان قرار دارن از زندان مثلا آوردنش بیرون شده یکی از مسئولی رده بالا عزیز مصر شده این تو یوسف گیر کرد عزیز مصر شد قبلش شاد آدم خوبی بوده آب شیرین آب شورم هم میخونه مولوی هم میخونه رسید به یوسفی ورش داشت دیگه از اسب پیاده نشد باباش اومد از از پیاده فکر کرد کسی شده و همین خاطر بعد از یوسف دیگه هیچ پیامبری از هاش نیومد بیرون زیرا که گفتن تو به پدرت بی احترامی کردی ای. آیا میتونه برگرده بله بازا بازا هر آنچه هستی بازا گر کافر و گبر رو بود پرستی بازا این درگه او درگه نومیدی نیست صد بار اگر توبه شکستی بازا از مرحله موسا با اون همه سخت وقتی فرعون تو کشتی میرسی به درجه ایسا این رو بگیر اون برم بزنن این مرحله سیر و سلوک تمام انسان های کره زمین است که در این داستان ها بهشون دارن یادآوری میکنن که بعد از تولدت عین آدم میای بیرون یعنی عزت آدمی از بهشت شکم مادرت اومدی تا میرسی به ایسا زندانی سیاسی به تجاوز کردن پدرت رو در بودم تو گوشت دادن حالا باید ببخشی سخته پولتو خورده پولم نداشته پولم نداره برگردیم و سخته باید حالا این وره بگیرم میگی این همه من اصل کردم تو دهنش نمیدونی چیکار از زندان آوردیش کردی حاکم حالا فوش خار مادر میده به زن بچه تجاوز میکنه حالا باید بگذری سخت داستان میرسه به جایی که قبلت رو مشخص میکنه اون وقت اگر بهت حمله کنن جنگ احزاب را میفته اینها لولهای های زندگی توه پسر خوب یعنی از اولی که متولد میشی مثل آدم باید تلاش کنیم مثل انسان بمیری وگرنه موفق نمیشی وگرنه به جایی نمیرسی از جمادی مردم و ناغ میشدم اونجا تو لیول های توضیحات مشخص خودش داره میده پس پیامبرها نمادی از سیر و سلوک شخصیتی تو هست. از زمانی که مامام اومدی بیرون تا الان که داری این برنامه رو گوش میکنی حالا میتونی ببینی تو کدوم پیغمبر گیر کردی میگن تاله فلانی شبیه پیغمبر هاست. یعنی اونجا گیر کرده باید بیاد بیرون باید این لولا رو پاس کنه و پنج حس ارفانی. برای همین میگم پنج تا پیامبر ازم داشتیم این پنج تا پیامبر ازم یعنی مثل حسایی که میگیم که بویایی و چشایی و ایناست تو بدن داریم پنج تا حس عرفانی هم داریم بعد اینا رو پاس کنی دونه دونه و فاصله بین محمد و مسیح انسانهای کامل دیگر هم بودن پس انسان کامل الان خیلی قوی تره پس انسانهای کامل کارشون چیه قراره که از یک آدم شروع کنن جهان رو به تکامل برسونن به آخری پس انسان کامل الان نسبت به انسان کامل قبل جلوتره چیش جلوتره همون کار مرده رو میتونه زنده کنه همه اون که قبل کرده اینو میتونه بکنه علاوه بر اون پلاس یکی اضافه شده چهار بودی الان شده پنج یعنی کاری الان میتونه بکنه که کسی دیگه نمیتونه بکنه همه این اتفاقات در فضای زندگیمون میفته و همین خاطر من اون به شما گفتم ریسارت عین ای عصای موساس ها تبدیل شد اینجوری کشور گرفت پس سیر و سلوک تو ببین کجایی کجای داستان هستی حالا آیا اسماعیل تو کشتی خیلی تو همون لول بعد از آدم میمونن یعنی در دوران حضرت آدم میمونن کیا یارو مثلا تو زندان اوین شکنجه بین این که زندگی کنه یا نه قابیلو میزنه میکشه قابلو میزنه میکشه قتلی که اونجا داره اتفاق میفته تو لول بعد از آدم مونده این تا بخواد برسه به عیسی تا برسه به موسی کجا اونجا گیره این لول باید پاس کنه به همین خاطر این نگرش باید افتادگی آموز اگر طالب فیضی توش باشه باید به این نتیجه برسه باید بفهمه باید بفهمی که تو دنیای مجازی که الان شما توش هستی که نه صفر رو میفهمی نه جهان هستی رو فهمیدی نه اقیانوسا رو فهمیدی هیچی نمیدونی و اگر خدا روش کنه اونور کره زمین در کل کهکشان ها گم میشه پیدا نمیشه تو باید یاد بگیری که چه دنیای مجازی که داری این فیلم رو بازی میکنه هر زمان میتونه نقش تو عوض کنه اینش میگن اختیار تو همین الان میتونه بگه من اشتباه کردم هر کسی حسینی من فرعونم قوی تره یا فرعون فلان رهبر شاید من من هنوز به مرحله یوسفی نرسیدم ببینم که چیکار میکنم آقا دخترام دخترام همینطوره رفتی داره رفتی جای کار کنی استخدام بشی یه یه پسری اونجا خوشت میاد بهش ماچ بدی اشکال نداره رفتی جای استخدام بشی یارو پیشنهاد پول میده تو به خاطر پوله داری ماچ بدی تو زلیخایی هستی یا پشت یوسفو کردی رو شهوت ترکت کردی همونه این این لیبل های توه و این داستانه همش داره لیبل تو رو تعیین میکنه که در کجای جهان هستی قرار داری و کی پیش رفت میکنی وقتی که برسی به سرعت انسان کامل الان همچو اسماعیل پیشش سر بنه میگه حالا برو سرت بذار اونجا پس این داستان کشتن اسماعیل در درون توه و بعد اون کشفش کنی کارمند برقی یا معدنکاری هیچ فرقی نمیکنه شغل ترچی است خوب نگاه کنی یوسف رو میبینی قشنگ میبینی مسیحو بعد ببینی کجاشه کجای زندگی دی مسیحو میبینی تا برسی به نوح پس شما رو یه الان کجایین ما هنوز سوار نوح نشدیم کشی نوح نیستیم شما شما تازه فهمیدین یه انسان کاملی در جهان وجود داره عین مسیحه و قوی تر هم یه کشتی داره و سوارشی این کشتی کجا باید پیدا کنی؟ حالا فهمیدی کشتی رو که سوار شدی تو کشتی رازا رو بهت فاش میکنه بعد یواش یواش میبینی که نیروهایی به تو میده که باورت نمیشه بعد میرسی به جایی که چشم دل باز میکنی و جان میبینی آن چه نادیدنیست آن میبینی میبینی حاجی پسر خوب دختر خوب میبینیم و نبشنوی وقتی میبینی نگی میری بالا بگی مثل موسا دید یه دونه اصاب ول که خوشحال شد گفت میرم رژیم و عوض میکنم به جای چالش رنگ چالش اسلحه را انداخت بزن تو کلش بکشینش اینو کش اونو کش اینو بعد رفت پیش شبان دل اونم شکوند یقهشو گرفتن به بی اینجا ببینیم بابا چی میگی شما فکر فهمید چی فهمیدی شما تو هنو به عیسی نرسیدی گفت یعنی چی مگه عیسی هم داریم گفت بفهمی تشریف ببرید ما بالاتر عیسی داریم برو جلو برو جایی که منیت تو بذاری زمین موسا رفت پیش خز و اون داستان شروع شد که خز گفت تو نمیتونی با من راه بیای نمیفهمی نمیفهمی موسا نمیفهمی منظورش این نیست که موسا هیچ وقت نمیفهمه نه میگو بابا تو الان کلاسه تو الان چهار سالت لوگاریتم من نمیتونم تدریس کنم بفهم برنامه ها باید به تعدادش برسه به جایی که موضوع رو بفهمی نمیفهمی نه اینکه موسی موسا تو اصلا نمیفهمی تو سیر و سلوک موسا خیلی پیشرفت کرد بعدش رسید به جایی که خدا گفت هو گفت بی خودترین و لجنترین موجود من بیار کوهتون خودش رو برد من از خودم لجنتر دیگه ندیدم آقا خیلی مقامه و خیلی سویش کنم نمیتونی با من اون موقع را بری بعد رفت جلو یواش رفت باش رفت جلو رفت جلو رفت جلو رفت جلو. رف جلو بعضی از روحا در درون ها مشخصه بعضی ها انسان کامل شدن تو 29 سالگی پسر خوب محمد ابن عبدالله سی و هشت سال و سه ماهش بود دید یعنی چیزی که بعد اون تو میدید دید گفت پس چرا من مبعوث نمیشم گفت نه ما کچولوی بدنت کچلوتر از روحته چل سالگی یعنی میدینی مثل چیونه مثل که امروز گنج پیدا کرد یه ماه بعد اعلام کرد ما انسان کامل داریم که نه سالگی رسیده انسان کاملی ببین چه پیشرفتی داشته زیاد هم دور نیست تو این چهار تا 500 ساله اینا کجا اینا چجوری میبینن؟ اینا چجوری ماتریکس رو باز میکنن؟ تمامش بعد از کشتی نوح برات باز میشه پس بچسب کشتی نوح و هستم و به حبل لا جمع یعنی بچسب اینو چنگ نزن به این ریسمان ولش نکن که رفتی تو کشتی همه چیزو میفهمی میفهمی که او مای گا. به صد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند میری جلو از سیر و سلوک تو ربطی به شغل تو به سوادتون تو میتونی چوپان باشی بیشتر از موسی بفهمی همون شبانه که میگفت خدا سرت به رو پای من رد کرده بود تو مسیحیت بود نمیدونست موسا تو دوران مسیحیت بود نمیفهمید میگفت سرت به رو پام مواتشونو کنم بزم اسپاکت من بزنم موسا عقبتر بود در شریعت بود <تصح> طریقتو نمیفهمید <تصح> بعد دوره ببینی بعد بری جلو ببینی این همون کاری که منم باید ببینم پس من و تو باید همینطوری بدویم تا ببینیم به کجا میرسیم حالا عاشقان آنگه شراب جان کشن که به دست خیش خوبانشان کشن میگه تو مسیر عشق تو هیچ وقت نمیتونی به مقام برسی مگر خوباتو بکشی پول دادی بکشی پول تو نکشی تو هنوز تو داری میری رأی بدی ترس تو هنوز نکشتی میترسی حالا به رای میدی اشکال من کار ندارم بدینه ندی ما تحریم کردیم دیگه اون تو مغز توه یه جبرئیلی برای تو آفریده شده تو کلت الان آدم نشی حیوان میمیری حیوون مردی بعد میری تو اون شعره که بعدا میخوام شروع کنی بعد از صد بعد حالا بعد از جمادی بمیری شروع کنی <تصفح> کار سخت داره میفهمی نه نه ببین اون زمانی که توی سن دبستان تو بچه هستی الفبا رو یاد گرفتی یاد گرفتی بعدی سختتر میشه بچه ای انگلیسی میخواد یاد بگیری فرانسه هم یاد بگیری خوبه بعدی سختتر میشه میرسی به پنجا شست دیگه نمیتونی انگلیسی یاد بگیری زمانشه تو زمانشه و بعد انجام شه. میگه این عاشقان اون وقتی میتونن شرابی رو که خیام میگه تو جام بنوشند و بکشند بالا که به دست خیش خوبانشان کشند خوباش رو باید بکشن باید بچه شو بکشی کدوم بچه این بچه ای که الان دارین نه بابا این بچه اصلا مهم نیکشش نه؟ یعنی. یه بچه ای تو در درونت داری که اون باید کشته شاه آن خون از پی شهوت نکرد تو رها کن بدگمانی و نبرد اون که نرو این کارو بکشه چرا فکر میکنی که از این نبرد و جنگ و بحث و جدل مولوی میگه با من حذر کن بدگمانی نکن با منم بحث نکن زیپ دهن و بکش تا دم زند بهر تو روح این تو بیت نمیگه میگه میگه تو رها کن این نبرد و جنگو تو گمان بردی که کرد آلودگی در صفا قش کی هلت پالودگی پا تو از صفا صوفی نمیدونه صوفی صفا یعنی صافی صافی نهایت یک چیز رو بهش میگن میگه تو اصلا صفا چی میفهمی که حرف میزنی حسینی بهر آن از این ریاضت وین جفا تا بر رد کوره از نقره جفا میگه اینا همه شده داره سختی میکشه برای اینکه نکوره میخواد نقره رو بده بیرون نقره مهمه تو تو باید بده بیرون باید به انسانیت برسونه حسین رو تو رو بهر آن از امتحان نیک و بعد تا بجوشد بر سرارت زرز بعد زرش میخواد بیاد بیرون گر نبودی کارش حامه اله او سگی بودی در رنده نشا میگه اگر به دستور انسان کامل این آدم رو نمی کشت اون وقت میشد یک درنده در که بعد جلوتر میبینی که سندی بعدا وسط رو میکنم که ببینی که نماز حتما تو رو نابود خواهد کرد تو نه کشی نوحی داری نه هیچی نماز از ابراهیم اومده آقای مسلمانی که نماز میخونی از زرتشت اومده کی نماز خوندن اون نمازی که شما داریم کنیم خو... کان ابراهیم مسلمان ها دین حنیفا، چجوری شما نماز میخونی؟ شما هنوز به بلوغ نرسیدی چجوری نماز میخونی؟ بازیه شما به بلوغ برسی کدوم بلوغ؟ جسمی؟ نه بلوغ روحی بعد سوار اون حالا میتونی نماز بخونی نمیتونی نماز بخونی گر نبودش کارش الهام اله یعنی کار خوب یا کار بد اگر یه دونه اجازه باشه سگی مثل سگ میمونی که آدم کشتی مثل گرگی پاک بود از شهوت و حرس و هوا نیک کرد او لیک نیک بدنما گر خز در بحر کشتی را شکست صد درستی در شکست خز هست اگر میبینی کشتی را اونجا میشکنه صد تا کار درستی که شما خبر نداری و نمیدونی باید تو مسیر سیر و سلوک باشی وهم موسا با همه نور و هنر شد از آن محجوب تو بی پر مپر میگه علم و هنر و نور موسی موجب وهم موسی شد و شد از آن محجوب یعنی حجاب براش تولید کرد که نفهمید بی پر مپره. هیچ نکشد نفس را جز زل پیر دامن آن نفس کش را سخت گیر نفهمیدین آه می بلرزد عرش از مده شقی بدگمان گردد مدهش متقی مده از حرف خوب بزنی یا هر چی میخوای بزنی شاه بود و شاه بس آگاه بود خاص بود و خاصه الله بود میگه این شاهه برای چی این موجود پسر رو کشتن برای این شاهه حالا ما نمیخوام تفسیر مولوی کنیم چون تفسیر مولوی کار تصوف صوفیه بعدش باید بگیم شاهه چه نقشش چیه اون چیه بعد شناسایی نقش کنیم ببینیم برای چی این کار کرده اون برای چی این کار کرده خودش خودش دنیایی از حرفه میگه که این پادشاه خاصه ی الله بود چرا خاصه ی الله بود چون خواب دید خواب انسان کامل دید الله یعنی انسان کامل میگه شاه بود و شاه بس آگاه بود خاص بود و خاصه ی الله بود گر ندیدی سود او در قهر او کی شدی آن لطف مطلق قهرجو بچه می لرزد از آن نیش هجام مادر مشفق در آن دم شادکام مثل اون پولی که توضیح دادم آمپولی که, که میزنه بچه داره جیغ میزنه مادر خوشحاله که بیماریش داره خوب میشه نیم جان به ساند و صد جان داد آنچه در وحمت نیاید آن دهد میگه جون تو ازت میکشه یه چیزی به تو میده که تو وحمت نمیاد این همونی که میگه بمیرید بمیرید یعنی وقتی انسان کامل پیدا میکنی مراحلو که رد میکنی به نیروی میرسی خودتو میکشی اونجا باید اسماعیلتو بکشی باید هاجر ببری وسط بیابون باید پدر خودتو در بیاری باید راه بری باید بیفتی باید به جایی میرسی که بهت تو قیاس از خیش میگیری ولیک دور افتادی بنگر میگه تو این حرفای منو که میزنم قیاس میگیری که یکی کشته انگار مثلا ما خودت فکرهای علکی میکنی و همین خود دور دوری افتادی یه جایی که اصلا بعد نیک بنگری که بفهمی که داستان از کجا شروع شده است اینو این رو توضیح دادیم پشت این جناب آقای مولوی داستان دیگه ای رو بیان میکنه که خیلی جالبه دوباره یعنی همه داستاناش انگار پشت سره هم مثل پازل حالا وقتی اون تمام مثل پازل چسبیده به همه یک و نفهمی دو رو نمیفهمی نمیتونی رد کنی باید برسید یک یک بری جلو تا ببینی چی همه جسته اون خوشگل است علتش هم اینه که قدرت هو همین بس که جهان هرچه هست زیر مجموعه خوشگل است این عبوحت هوه <ielle> <laughs> که وقتی که مردی از خودت رفتی تو مسیر میرسیم من حسینی و تو به جایی میرسیم که میفهمیم این همه عظمت تازه قطره ای از هو است این عظمت هوه عظمتش اینه که به نایبش بیلیارد میلیارد بیلیارد میلیارد کهکشان و دلار و پول و قدرت و اسرائیل و اسرافیل و میکائیل همه رو داده پس کی جون میده کی جون میگیره الله هموطن انسان کامل شما رو به انسان کامل الان می سفارم که در این دوره رازهایی رو دو برای من تو فاش کرد که شاید در دوره های قبل فاش نکردن که قطعا نکردن حداقل 700 سال و هدفش انسان کامل نه کشتن توست بلکه انتباه من توست بیدار کردن با ریستارت است پازل راد برای تو دارد باز میکند مهرهای پازل تو را دانه دانه دارد مینی به انسان کاملی می که واقعا به جای اینکه بیافتیم رو پاش و ازش تشکر کنیم برای اینکه گره ها رو دارد باز میکنند بیشتر شاید در دلمون از او نفرت داریم می سفرمد به اون خوشگل که بدانی به امید آن روزی که اسمایلت را به عشق اون بکشی حسینی شاید که به مقام بالاتر برسی بدروت هم بتن. I am sorry so Who she is. Oh. خواهد عشق فهم عشقاری فهم عشقاری بیان زبان دیگر ین نیست وش دیگر گوش دیگر لایق